سالگرد ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329 با یاد مصدق بزرگ گرامی باد. مسئولیتی را که در پیشگاه خدای بزرگ و وجدان پاک خود و دینی را که پرچم و تاریخ پر افتخار خیش دارید لحظه از یاد ببرید. حساسیت زمان و عظمت مبارزه و آشفتگی جهان و خرابی اوضاع هوشیاری شما را در همه حال ایجاب می کند. فرزندان عزیز وطن، با چشمان باز و بیدار مراقب سرنوشت خانه سخنسال خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز زشتی یاد کند و ما را مستحق نفرین و لعنت بشناسد. مصدق گفت تنها گناه من گناه بزرگ و بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت ایران رو ملی کردم و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی از این ترین امپراتوری جهان رو از این مملکت برچیدم و پنجه در پنجه مخوفترین سازمانهای استعماری و جاسوسی بین المللی درافکندم. بله، در ادامه تاریخی مصدق گناه مجاهدین هم این است که پنجه در پنجه مهیبترین ارتجاع قهار در تاریخ ایران و سرویس های دور و نزدیک پشتیبان درافکندند. هیئت کنگره آمریکا در اولین دیدار رسمی بعد از خروج از لیست میگوید که ایران آماده تغییر است و دولت رو با ما باید شروع کنه به دست دراز کردن به جانب اپوزیسیون دموکراتیک، شورای ملی مقاومت به رهبری خانم رجوی. و نقطه اوج در سخنان این هیئت به نظر من یاد مصدق به خیر اونجا بود که بعد از 60 سال نه مثل خانم آلبرایت در برابر دشمنان مصدق بلکه در برابر مریم عنوان رئیس جمهور برگزیده این مقاومت، همون مقاومتی که آن یکی گفت بزرگترین و سازمان یافته ترین در مقایسه با تمام جنبش های مخالف در دنیاست، اذعان و تصدیق کرد اشتباه آمریکا رو، اشتباهات زیاد آمریکا رو در دهه های گذشته در برابر ایران و گفت آمریکا اگر دنبال روی از انگلستان نمی کرد، اگر اون سیاست غلط رو درباره دکتر مصدق نخست وزیر ملی ایران که به درستی خواهان ملی کردن صنعت نفت ایران بود
در پیش نمی گرفت و اگر دولت مصدق ادامه پیدا می کرد، امروز ایران یک کشور دموکراتی درخشان بود و جهان با مشکلات امروزی مواجه نبود. ما این اشتباه را در جریان جنگ با عراق و متعاقباً در رفتار با مجاهدان اشرف ادامه دادیم. این سیاست باید تغییر کند. اشاک حق و حقیقت که بعد از 60 سال در رابطه با پیشگاه نهضت ملی ایران و بعد از 10 سال درباره جنگ در عراق و بمباران مجاهدان اشرف پنهان نمی ماند و این چنین برملا می شود و به آن گواهی می دهند.